أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وهم عن الآخرة هم عراقلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. یه سؤالی در بخش پایانی بحث‌های سوره مارکه عنکبوت مونده است. این مطلبشون چند بار ذکر شد، پاسخش هم با همون اشکالات ذکر شد. اون مطلب این است که در آیه 57 سوره عنکبوت آمده است که کل نفس ذائقة الموت ثم إلینا ترجعون. چون هر زائق مذوق خود را از بین میبره، پیام این آیه این است که در حقیقت انسان مرگ را میمیراند، انسان نمیمیرد، به دلیل اینکه انسان از دنیا وارد برزخ میشود، در اونجا مرگی نیست، از برزخ به ساحره قیامت منتقل میشود و مرگی نیست، و از اونجا انشاءالله به بهشت منتقل میشه و به مرگی نیست. مرگ فقط در کشاکش دنیاست. این انسان است که مرگ را میچشد و میمیراند و از بین میبرد. گاهی گفته میشد به این که به جهنمی ها میگوین زوغ، در حالی که در اونجا زوغ استعمال شد، زائق استعمال شد، با اینکه جهنم محیط به کافرین است و از بین نمی رود. این سوال چند بار مطرح شد. جهنم یه اصل کلی است، یه چیزی جامع همه تبهکاران است. جهنم محیط به کافرین است و در تعبیرات قرآنی هم نیامده که خدا به انسان جهنمی بگوید جهنم را بچش. جهنم مذوق نیست، چه ذائق هم نیست. جهنم یه فضای گداخته است که دوزخیان را در جهنم می‌دارد. اما عذابها چه به صورت حمیم چه به صورت ذریع مانند آن، اون آب داغ را، اون غذای پرتیغ را به جهنمی ها میگوین زوغ، و هم میچشد یا میخورد و هضم میکند، اما با تلخی، با سختی، با دشواری. زائق مذوق را هضم میکند، اونجا هم همینطور است. بنابراین کلمه زوغ معنای خاص خودشی دارد. همه جا هر زائق مذوق را هضم میکند. زائر جهنم را ذوق نمی کند. در قرآن همچه تعبیری هم نیامده. زائر اون آب داغ را، اون طعام عصیم را، اون غسلین را که لا یأکله الا الخاطئون، اون زریع را، اون بوته پرتیغ را، کسی که مرتب با گفتارش، با رفتارش، با نوشتارش به این تیغ میزنه، به اون تیغ میزنه، خب در جهنم همین ذریع رو به اون تغذیه میکنه. حرد این است که زائق همه جا معنی خودش داره. زائق مذوق را هضم میکنه
و انسان است که مرگ را می چشد و می میراند. اما سوره مبارک روم آغازش هم اون حروف مقطع است که بحث مفتوحش در اول سوره مبارکه بقره گذشت. یه قصه تاریخی رو قرآن کریم نقل میکند و این است که در اون روز دو قصر در خاور میانه به سر می بردن. یکی امپراتوری ایران بود، یکم امپراتوری روم. این روم گفتن همون روم هست که در اثر قدرت فراوانی که پیدا کرده آسیای صغیر را گرفته، شرق و غرب را توسعه داده. این روم شرقی شده روم با واو که نزدیک کشورهای اسلامی بود و مرکزش هم استانبول بود. اون روز دو قطب بیشتر نبود، یکی قطب امپراتوری ایران بود، یکی قطب امپراتوری روم. نظیر این که در سابق قطب سوسیالیستی شوروی بود، یکی هم آمریکا. یکی متلاشی شد، دیگری هم انشاءالله به برکت صاحب امروز متلاشی خواهد شد. اگر چنانچه سابقا گفته می شد شوروی شکست خورد، یعنی آمریکا پیروز شد، دیگه لازم نیست اون فاعل ذکر بشود، برای اینکه بیش از دو قطب رسمی اون روز نبود و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی از هیچ کس شکست نمیخورد مگر از آمریکا. آمریکا هم از هیچ کس شکست نمیخورد مگر از شوروی. اگر سابقا میگفتن شوروی شکست خورد، یعنی آمریکا پیروز شد. اگر میگفتن آمریکا شکست خورد، یعنی شوروی پیروز شد. اگر اون مفعول را بیان کنم، فاعل مشخص است، دیگه لازم نیست که بگم کی پیروز شد. اون روز در این بخشی از خاورمیانه و بخشی از غرب غیر از این دو امپراتوری بزرگ کسی نبود، امپراتوری روم بود و امپراتوری ایران. اگر گفته شد روم شکست خورد، یعنی امپراتوری ایران پیروز شد. غلبت روم یعنی امپراتوری ایران پیروز شد. خب این غلبت روم برخیان نقل کردن که مسلمان ها متأثر شدن و غمگین شدن و مشرکان مکه خوشحال شدن. گفتن چون ایرانیان مجوسن و اهل کتاب نیستن، اینها در نبرد پیروز شدن. رومی ها که مسیحیان و اهل کتابن شکست خوردن. همونطوری که در این جنگ کسانی که اهل کتاب نیستن پیروز شدن و کسانی که اهل کتابن شکست خوردن، مشرکان هم که اهل کتاب نیستن پیروز میشن، مسلمان ها که اهل کتابن شکست میخورن. این باعث نشاط مشرکان و اندوه مسلمان ها شد. این شما بررسی کنید، یه تاریخ مستند قطعی داره یا روایت صحیح معتبری داره یا نه به این بند است نه به آن. اگر یه وقتی بگوین مجوس مشرک است، این چنین نیست، این موافق با قرآن کریم نیست، برای اینکه قرآن کریم شش طائفه را مقابل هم شمرده. یکی از اون طوائف ششگانه مجوس است که در برابر مشرکین است. تو سوره مبارکه حج این بحث را قبلا ملاحظه فرمودید، آیه 17 سوره مبارکه حج این است: ان الذين امنوا، که ناظر مسلمان هاست، و الذين هادوا، که ناظر به یهودی هاست، و السابعین، که ناظر به سابعین است، و النصارى، ناظر به نصارا است، و المجوس، و الذين اشركوا. خب این تفصیل قاطع شرکت است. مجوس مشرک نیست، بت پرست نیست. شما از ایرانیان قدیم بت پرستی سراغ نداری،
که اینها بس می‌پرستیدن، گروهی به نام ثنویه بعد در یک گوشه از ایران زمین پیدا شدن، ولی ثنوی غیر از مجوس است. خب پس طبق آیه 17 سوره مبارکه حج، مجوس غیر از مشرک است. نمی شود گفت به این که همونطوری که مجوس اهل کتاب نیست پیروز شد، ما هم پیروز میشیم. برای اینکه این آیه که تفصیل قاطع شرکت است، مجوس را در قبار مشرکین قرار داد. پس تاریخ معتبری باید پیدا بشه، روایت صحیح پیدا بشه که ثابت کنه به اینکه سر نشاط مشرکان و اندوه مسلمان ها این است که چون ایرانی ها اهل کتاب نبودن و مسیحی ها اهل کتاب بودن، این کسانی که اهل کتاب نیستن پیروز شدن و کسانی که اهل کتابن شکست خوردن، یه تفاعلی نسلی برای مشرکان باشد، ولی این هیچ سندی ندارد. اونگاه ما باید ببینیم که این نشاطی که هست چیه. اندوه مسلمان ها ذکر نشده و نشاط مشرکان هم ذکر نشده، فقط نشاط مؤمنان ذکر شده. باید ببینیم رازش چیه. فرمود غلبت الرومو فی ادنی الارض، امپراتوری ایران به روم حمله کرد. این ادنی الارض، این الف لامش یا به ارض عرب برمیگرده که معهود مسلمان های حجاز است، یعنی نزدیکترین منطقه به شما که همون شام باشد. ایرانی ها در منطقه شام بر رومی ها پیروز شدند که شام ادنای ارض عرب است. یا نه، ادنی الارض یعنی ارض روم. امپراتوری ایران اینقدر حمله کرد، مهاجمانه وارد شد تا مردم روم را در نزدیک سرزمین اونها از پا درآورد. خب اگر اینها اینقدر قدرت دارن که از منطقه خودشون خیلی فاصله بگیرن و نزدیک منطقه رومی ها اونها را از پا در بیاورن، معلوم میشه رومی ها خیلی ضعیفن و اینا خیلی قوی. خب این بخش از روم در شمال غربی ایران واقع است، در شمال غربی ایران، ترکیه این طوره دیگه. از آیه بر نمی آید که مسلمان ها اندوهگین شدن یک، به مشرکان خوشحال شدن دو. فقط در روزی که رومی ها پیروز شدن، اون روز مسلمان ها خوشحال شدن. این تعبیر نشون می دهد که زمینه نشاط و سرور مسلمان ها از پیروزی رومی هاست. این رو شاید بعضی ها خواستن وسیله قرار بدن. ببینیم آیا آیه این رو هم دلالت میکنه یا آیه این رو نمیخواد بگه. اگر ما نتوانستیم ثابت کنیم که نشاط مسلمان ها در اثر پیروزی مسیحی ها باشد، باید معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. حالا این رازی فرمود به این که غلبت رومو فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. اینا بعد این که شکست خوردن پیروز میشوند. جمله معترضه در وسط برای حساسیت مطلبه که مبادا اون که غالب شد خیال کند که قدرت دست اوست و اون که مغلوب شد خیال بکند که هیچ سهمی از قدرت ندارد. نه، در هر دو حال لله الامر، این تقدیم خبر بر مبتدا مفید حسر است، کار فقط به دست خداست. لله الامر من قبل فتح غالب و من بعد فتح غالب، من قبل شکست مغلوب
و من بعد شکست مغلوب. در چهار حال قدرت با خداست. لله الامر من قبل و قبل فتح و قبل شکست خوردن و من بعد و بعد فتح و بعد شکست خوردن. اما این که فرمود و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، یعنی این رومی ها الان شکست خوردن ولی بعدن پیروز میشن، این سین علامت تضعیف است، یعنی بعدن پیروز میشن. اما خب تا کی؟ فرمود فی بز اسدی، این فی بز بین 3 تا 10 سال. از 3 سال تا 10 سال این مقطع هر چه اتفاق بیفتد میگن فی بز اسنین. خب پس رومی ها که الان شکست خوردن بعدن پیروز میشن، یا بعد از 3 سال یا تا 9 سال و 10 سال، یعنی تا 3 سال پیروز نمیشن. از 3 سال تا 10 سال این وسط ها اگر یه حادثی پیش آمد اینا پیروز میشن. پس تفسیر سین سیغلبون با این فی بضع سنین است. کار به دست خدای سبحان است. حالا یا مقدر و مصلحت این است که بعد 3 سال باشه، یا مصلحت این است که بعد 4 سال یا 5 سال، هر سالی که خدای سبحان خواست انجام بدهد. خب پس تا حال ما از آیه دلیل پیدا نکردیم که با پیروزی ایرانی ها مشرکان خوشحال بشن، با شکست رومی ها مسلمین نگران بشن. ولی این که فرمود بعد از این که رومی ها شکست خوردن پیروز می شوند، در ظرف پیروزی رومی ها اون روز یفرح المؤمنون. خب این روز همون روزی است که گفتن جنگ بدر اتفاق افتاده و مسلمان ها در بدر پیروز شدن. خب فرح و نشاط مسلمان ها برای پیروزی اونها تو جنگ بدر است، نه برای اینکه رومی ها و ایرانی ها پیروز شدن. این سند داره که چون رومی ها شکست خوردن مسلمان ها غمگین شدن و چون ایرانی ها پیروز شدن مشرکان خوشحال شدن، یا سند ندارد این هر روایت معتبری هست یا فقط همون قیله قیله که کشاف و امثال کشاف نقل کردن. به یک سند جای متکیسی امر مهم که ما بگیم ایرانی ها چون اهل کتاب نبودن، با اینکه ظاهر قرآن این است که اینا در برابر مشرکان. قبلا هم حرف مرحوم ابو ریحان بیرونی به عرضم رسید، بعض این که وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه خاورمیانه که بین شرک و الحاد به سر می برد، یا عده مشرک بودن یا عده ملحد بودن، وقتی قیام کرد اون براهین توحید رو اقامه کرد اثر نکرد و دست به تبر گذاشت و اونها ریزیک کرد و خیلی ها رو منفعل کرد، تا حدودی اثر کرد، اما مراسم حرقه و انصر و آلهتکم پیش آمد. وجود مبارک ابراهیم خلیل اون آتش سوزی را تحمل کرد و رو امواج آتش وارد شد و یا نارو کنی بردن و سلام علی ابراهیم. درست است اون روز وضع رسانه ها مثل رسانه کنونی نبود، اما حادثه به قدری مهم بود که در ظرف مدت کوتاهی کل خاورمیانه را گرفت. از اون به بعد افرادی که در سرزمین های روشنی زندگی می کردن حافظ آثار وجود مبارک ابراهیم خلیل بودن. بعد هم انبیا هم البته آمدن، انبیا ابراهیمی مسئله توحید را حفظ کردن. ابو ریحان بیرونی نام 2 منطقه را می برد، از یکی گله می کند و از یکی حق شناسی. اونجا که حق شناسی می کند می گوید یونان بالاخره اون آثار ابراهیم خلیل را حفظ کرده است. سقراطی بود برای حفظ توحید تا مرز شهادت اون سم را نوشید، بالاخره شرک را امضا نکرد، الحاد را امضا نکرد، توحید را حمایت کرد و مسمومانه شهید شد. بعد افلاطون پیدا شد، بعد ارسطو پیدا شد.
نگذاشتن شرک و بت‌پرستی در جونان سامان بپذیره. گله‌ای که دارد از هند گله دارد که علمای هند نتوانستن کار سقراط رو بکنن. متاسفانه اونجا سخن از برهمن و بودا و امثال ذالک آمد. آمد که آمد هنوزم که هنوز هست مسئله گاو پرستی و موش پرستی امثال ذالک تو این سرزمین وسیع راه پیدا کرده و از بین نمی رود. اشکال ایشون نسبت به علمای هند است. اوائل امسال بود یا اواخر سال گذشته بود عده‌ای از هند آمده بودن. ما همین قصه رو برای اونها گفتیم، گفتیم جای گله از علمای هند هست. من دیدم عشق از چشم دانشمندان و علمای هند ریخته شد که بعد نیاکان ما قصور کردن، تقصیر کردن، توحید را یاری نکردن و همچنان مسئله بودا و برهمن مطرح است. اساس کار به عهده علمای دین است که حافظ توحید باشن. درباره ایران یه همچه حرفی نبود که اینها بت‌پرست بودن و شرک داشتن و هیچ وقت ایرانی این کار را نمی کرد. بنابراین این آیه تاریخ است، ببینیم تاریخ معتبری هست یا نه. اگر روایت هست، روایت معتبری هست یا نه. دلیل این تا حال پیدا نکردیم که معتبر باشه که ثابت کند وقتی ایرانی ها پیروز شدن مشرکان خوشحال شدن برای که اینها اهل کتاب نیستن، وقتی ایرانی ها پیروز شدن مسلمان ها نگران شدن برای اینکه یک غیر کتابی بر کتابی پیروز شده. این نیست. اما این که گفتن یوم از این یفرح المؤمنون، این فرح برای آن است که همون روز که بعدها البته روشن شد که رومی ها پیروز شدن، همون وقت روز جنگ بعد بود که مسلمان ها پیروز شدن. این نشاط مسلمان ها رفعت خودشونه، وگرنه تا خبر پیروزی رومی ها به مسلمان ها برسه خب چند روز طول کشید. و اما اونجا همون روز خوشحال شده باشن دشوار است که همون روزی که رومی ها پیروز شدند همون روز مسلمان ها خوشحال شده باشند. پس اگر فرح و نشاطی نصیب مسلمان ها شد بر اثر جنگ بدر بود نه بر اثر پیروزی رومی ها بر ایرانی ها. بله خب دلیل میخواد. یعنی اگر ما قرینه داشته باشیم میتوانیم بگم یوم ازن یعنی در اون عصر. میبینید دو تا قانون است تو اصول، یکی اینکه استعمال اهم از حقیقت و مجاز است، یک یعنی یک اصل، دو اصل در استعمال حقیقت است. این دو تا قاعده اصولی هر کدام جای خودشون رو دارن، هیچ تعارضی هم بین قاعدتای نیست. این که میگن اصل در استعمال حقیقت است معناش این است که لفظی که ما از متکلم شنیدیم یا در کتاب او خوندیم ما موظفیم این لفظ را بر معنای حقیقی. نمیدونیم چی اراده کرده، حقیقی اراده کرده یا مجازی اراده کرده. وظیفه ما این است که اصل در استعمال حقیقت است، این رو بر معنی حقیقی حل بکنیم. این یک. دو، اگر ما میدانیم اون متکلم یا اون نویسنده این لفظ را در این معنا استعمال کرد، چون این لفظ رو در این معنا استعمال کرد ما نمیتوانیم بگوییم این مستعمل و فی معنای حقیقی است. چرا؟ چون استعمال اهمی از حقیقت مجاز است. این متکلم این لفظ را در این معنا استعمال کرد، بسیار خوب، ما هم میفهمیم که مقصودش این معناست. اما حالا این معنا معنای حقیقی این لفظ است یا معنای مجازی، این اصل در استعمال اهم است. این دو تا قاعده را در اصول برای همین تبیین کردن که اصل در استعمال حقیقت است، یک قاعده، استعمال اعم از حقیقت به مجاز است، این دو قاعده. ما این مکلمه یوم اذن، خب ما این یوم اذن رو نمیدونیم به معنی عصر است یا به معنی همون روز. خب ظاهرش این همون روز دیگه، نه اون عصر، نه چند ماه قبل، نه چند ماه بعد. اگر ما دلیل معتبری داشته باشیم
که یوم اذن یعنی در دو ماه قبل یا دو ماه بعد، خب میگیم استعمال اهمی از حقیقت مجاز است. فرض این است که اون حرف به جای بند نیست تا ما بگوییم به این که چون ایرانی ها اینطور بودن. خب خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ اشراق رو. این یک ابتکاری دارد که در بین حکمای اسلامی کم نظیره. او اصرار دارد که حکمای خسروانی در ایران زمین موحد بودند و ما حکیم مشرک در ایران نداشتیم، حکیم غیر الهی در ایران نداشتیم. اصرار مرحوم شیخ اشراق همینه. این مال همین سهروورد زنجانه. ببینید از یک روستای دور افتاده خدا چه می کند. همون شیخ اشراق تو حکمت الاشراق دارد که تا کنون ما وقتنامه کشف نکردیم که خدا علمی را وقف مردم یک سرزمینی بکنه. شما را تاریخ علما و بزرگان را نگاه کنید، ببینید در تمام گوشه‌های ایران علمای بزرگ برخواستند. معلوم میشه که علم وقف یک سرزمین خاصی نیست. شما کمتر محلی پیدا میکنید، کمتر روستای شهری پیدا میکنید که مفاخر نداشته باشند. خود شما بزرگانم بالاخره از هر گوشه ایران آمدید دیگر. خب از یک دهی خیلی نزدیک هم نیست، دقیقی دور افتاده است به نام سهروورد، این بزرگان برخواستند. ایشون اصرار دارد که در ایران ما حکیم ملحد یا حکیم مشرک نداشتیم. نه، توده مردم مشرک نبودن، بت‌پرست نبودن. اسلام به مسیحیت چی داد؟ به یهودیت چی داد؟ یهودی که مشرک نبود، مسیحی که مشرک نبود، صابئین که مشرک نبودن. ثنویت یک گروه خاصی بودن در ایران زمین، نه اینکه ایرانی ها ثنوی بودن، مجوس ثنوی بود. خب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه هم تو مجوس دارد به اینکه میشه از اینا ذمه گرفت، برای اینکه پیغمبری داشتن، کتابی داشتن. ما بت پرست تو ایران نداشتیم، ما ملحد تو ایران نداشتیم. یه وقت است که شما میبینید در یک کشور پهناوری چهار نفر چهار تا فکر جدا دارن، اون حرف دیگه است. تو مسیحی ها همینطوره، تو یهودی ها همینطوره، تو صابئین همینطوره. آیه 17 سوره حج مجوس را در برابر مشرکین قرار داد. منوش مجوس مشرک نیست دیگر. و فرمایش شیخ اشراق این است که خسروانی ها که بالاخره رهبری فکر مردم را به عهده داشتن، اینا موحد بودن. گروهی حالا پیدا شده به نام ثنوی، حرف دیگه است. اون باید ثابت بشه. اگه یه تاریخ معتبر قطعی داشته باشی، خب مورد قبوله. اگر روایت معتبری داشته باشیم، مورد قبوله. شما میبینید تو بحثای فقهی خدا این فقهای ما را با انبیا و اولیا محشور کند. اینا خیلی تلاش کردن، هم فن رجال را نوشتن، هم فن درایه را نوشتن. الان یه محقق بخواهد ثابت کند که فرون روایت ضعیف است یا نه، خیلی دشوار نیست. اینقدر کتاب رجال و درایه نوشته شده آسونه. اما ما در بخش‌های دیگر مشکل جدی داریم. روایات تفسیر، روایات مکتب، روایات تاریخ، روایات اخلاق، روایات حقوق، روایات اینا مشکل جدی است. شما می‌بینید یه روایت مرسلی در تفسیر نورالسقلانی نقل شده، فوراً بگیم به این که قرآن رو باید اهل بیت معنا کنن. نه، اون تثلیث رو خود قرآن ذکر میکند، گروهی از اونها بودن و اونها رو ابطال میکند، ولی نصارا رو در برابر مشرکین قرار میده، نه اینکه نصارا مشرک باشن. لذا اهل کتابن، احکام ذمه بر اینها بار است. خب ولی اون لله الامر و من قبل و من بعد را هم باز اینجا روشن میکنن. این که فرمود به یوم اذن یفرح المؤمنون، مؤمنون خوشحال بشن به چی؟ به نصر الله. به نصر الله خوشحال میشوند. یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، که متعلق و مفروض است به اون یفرح.
خدا البته ینصر و من یشا و مشخص کرده است که چه گروهی را یاری بکند. فبود این تنصر الله ینصر کن. خدای سبحان دو اسم از اسمای حسنای خود را دلیل این مطلب قرار داد. چرا لله الامر من قبل و من بعد؟ برای اینکه او عزیز مطلق است، قادر مطلق است، نفوذ ناپذیر. عزت به معنی غلبه نیست. عزت تو آیات قبل هم گذشت، عزت معنی نفوذ ناپذیره. یه انسانی که نمیشه در اون نفوذ پیدا کرد به وسیله هیچ کس او رو فریب داد، این دارای عزت است. زمینی که با هیچ بیل و کلنگی شکاف بر نمیدارد، نمیشه از او کاست، میگن ارزون عزاز، یعنی زمین سفتیه. این همون بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه که میدن فقه ها من کان سائلن به نفسهی، یعنی همین سائل وعنی عادل، سائل وعنی متقی، وعنی کسی که مواظب بر واجبات و ترک محرمات است نیست، چون اون جمله های بعدی رو حل میکند. مطیعن لامر مولا، تارکن لهوا، اینها معنای تقوا و عدالتی میرسونه. سائلن نفسه یعنی فریب نمیخوره، یعنی هیچ کسی نمیتونه او رو از پا در بیاره، نمیتونه با وسوسه یا با دردهای ناروا او رو از پا در بیاره. این سائلن نفسه میشه عزیز. پس یه موجود نفوذ ناپذیر رو میگن عزیز، چون نفوذ ناپذیر است پیروز است. باید غلبه لازمه عزت است، نه معنای عزت. خب پس او عزیز است و قادر است، نفوذ ناپذیر. کی رو پیروز میکنه؟ رحیم است دیگر، هر کرا که بخواهد بر اساس حکمت انجام میده. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که از محکمات روایات ماست، تو دعای صحیف سجاده همینه: یا من لا تبدل حکمت حل و سائل. ای خدایی که با هیچ توسل نمیشه کاری کرد که شما معاذالله برخلاف حکمت کار بکنه، با هیچ وسیله نمیشه مسیر حکمت شما را برگردون، که شما یه جای خدای ناکرده کاری غیر حکیمانه انجام بدی. یا من لا تبدل حکمت حال وسائل. اینجا همون رحیمه دیگه، میدونه که به کی رحم بکنه. پس بنابراین اون تفسیر و اون رواج تام نیست. بعد همون این وعده خداست، ما وعده دادیم به مسلمان ها. یعنی بین 3 تا 10 سال وضع بد رو به ما پیش آمد، به همیتر هم پیش آمد. این وعد الله که مطلق است داره فعل محذوف، یعنی وعد الله و وعده، منتها چون الله و وعده هست شد، این کلمه الله به عنوان مضاف الیه مصدر ذکر شد. بله دیگه، ملاحظه فرمایید. فرمود لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون. ممکن است در یک روز اتفاق بیفته. صحبت این بود که حالا که یک روز اتفاق افتاده، مسلمان از کجا میفهمن که ایرانی ها پیروز شدن؟ آیه هم که نازل نشده، تا خبر به اینها برسه 2 روز 2 ماه طول بکشه. این چنین نیست که اگر ایرانی ها پیروز شدن همون روزی که ایرانی ها پیروز شدن مسلمان ها خوشحال بشن، باید بگیم بعد از 2-3 ماه خوشحال بشدن. اما این یوم اذن یفرح المؤمنون، این ناظر به پیروزی خود مسلمان هاست در جنگ بدر. این وعده الهی است، این صغرا که وعد الله وعده، این یکی لا یخلف الله وعده، این کبرای قضیه است که خدا خلف وعده نمی کند. این نحو قضیه حقیقی است. چون خدا خلف وعده نمی کند، پس این وعده خدا قطعی است. خب این که خدا وعده داد، رضیتون واقع وعده داد به مسلمان ها، اما اون یه قضیه حقیقی است که لا یخلف الله وعده، خدا خلف وعده نمی کند. مستحضرید که قضایایی که چه در قرآن چه در روایات واقع شده است، قضیه بی جهت نیست. جهت اون کیفیت پیوند محمول و موضوع رو به هم میرسونه. اگر گفتیم زیدون قائمون،
برای اینکه معلوم بشه این قیام برای زید ضروری است یا نه، میگیم ضروری است، میگیم زیدون قائمون بر امکان. اما اگر خواستیم بگیم این محمول برای موضوع ضروری است، میگیم زیدون ناطقون به ضروره. خب این ضرورت منتها ضرورت ذاتی است. قرآن کریم وقتی یک محمولی رو به عنوان اسم از اسماء حسنا و خدای سبحان اسناد میده، یا به وحیش اسناد میده، یا به انبیا اسناد میده، گاهی جهت قضیه رو ذکر میکنه. جهت قضیه که ضرورت است یا امکان هست ذکر میکنه. اونجا که داره لعله، لیته، اینا معلومش ضروری نیست. اونجا که در دمن یشا، انشا، منوش ضروری نیست. اما اونجا که باید لاره یفی، این لاره یفی قرآن کریم به مسابه به ضروری منطق است. یعنی المعادو آتن به ضروره، المعادو موجود و به ضروره. این کتاب آیه هدایت است به ضروره. ذالک الکتاب لا ریب فیه که هدى للمتقین است. خب این گونه از تعبیرات به اصطلاح قرآنی همون تعبیر به ضروره است. پس اونجا که دارد لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون و مانند آن مفید امکان است. اونجا که دارد لمن یشا مفید امکان است. اونجا که دارد لا ریب فیه مفید ضروره است. اما قضیه لا یخلف الله وعده چه قضیه ایست؟ خب این قضیه ضروری است. وقتی از اشاعره سوال بکنی، این میگه قضیه ممکن است، ممکنه خلف وعده بکنه. ما چه میدونیم؟ چون حسن قف عقلی رو که قائل نیست. عمده اون نزاع بین امامیه و معتزله است. معتزله میگه یقینا خدا خلف وعده نمی کنه. ما هم بگیم یقینا خدا خلف وعده نمی کند. منتها تفاوت اساسی ما با اونها طبق رهنمود اهل بیت این است که ما میگوییم یجب ان الله، او میگوید یجب علی الله. او با عزالله خدا را محکوم یک امر میداند، باید خدا حتما باید به وعدش عمل بکند وگرنه خلف وعده قوی هست. ما میگم حتما میکند، نه حتما باید بکند. ما یه قانون نوشته یا نانوشته نداریم در خارج که اون قانون معاذالله بر خدا حکومت کند. هر چه در جهان هست فعل و فیض اوست. فعل خدا، فیض خدا که حاکم بر او نیست. او قدرت مطلقه دارد، ارادش به استناد اون قدرت مطلقه است، حکمت مطلقه دارد، علم مطلقه دارد. این خدایی که حی است و قیوم است و ازلی است و ابدی است و علیم است و قدیر است، یقیناً خلف وعده نمی کند. میشه یجب ان الله. اما معتزله و یجب علی الله. برای تشخیص این که کدام یکی از بزرگان شیعن یا کدام یکی از بزرگان سنی، به صرف این که نام فلان خلیفه را با اجلال و تکریم میبرند و نیز تقیه کارهایی کرده است. که روزی سیدن استاد مرحوم آیت الله عظمای داماد در اثنای فقه این روایتی که به خود من دم سید اولاد پیغمبر اشک از چشمش ریخت، روایت از مجید مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هست، این به هارون علیه لعائن الله و الملائکه و الناس اجمعین صریحا فرمود یا امیر المؤمنین. من جان سید داره گریه میکنه. خب این عشق دارد دیگر. از این قضایا تو عالم زیاده. اگر ما ببینیم امام معصومی یه خلیفه ای که کارش بیان غیه است بگوید یا امیر المؤمنین، میفهمیم تقیه تا کجاست. اگر چهار تا عالمی، چهار تا دانشمندی، چهار تا شاعری از چهار تا خلیفه حمایت کردن، تعریفشون کردن، این دلیل بر تسنن اونها نیست. ما اگر خواستیم در فقه بفهمیم این فقیه شیعه است یا سنی، به مدحوقته که با تقیه همراه هست نمیشه تشخیص داد. اگر سه طلاقه را، عمره تمتع را، عمره حج را، کیفیت وضو را
به روال امامیه فتوا میده که من شیعه است. راه شیعه شناسی مدهوغت نیست که پر از تقیه است. راه شیعه شناسیش رفتن اون فتواست. اگر خواسته ببینیم این حکیم شیعه مشرب است یا سنی، ببینیم جبر و تحفیز را چی را حل میکنه، بلا را چی را حل میکنه، توحید را چی را حل میکنه، عصمت را چی را حل میکنه، نبوت را، وحی را، ولایت را، امامت را چی را حل میکنه، از کی حمایت کرده، از کی تعریف کرده، از کی تمجید کرده، نسبت به کی اجلال کرده، نسبت به کی تکریم کرده. بازار تقیه فراوان بود. شما بید غالب حکما بین یجب و ان الله و یجب و علی الله فرق گذاشتن. ما حکیمی نداریم که بگوید بر خدا واجب است که فلان کار را بکنه. همه اینها از بو علی به دیگری گرفته، تعبیر همه این است که یجب و ان الله، یقینا خدا مؤمن را به جهنم نمی‌برد، نه اینکه باید نبرد. پس لا یخلف الله وعده به ضرورت ناشیت ان الله، نه به ضرورت الحاکمت علی الله، الحمد لله، نه به ضرورت الحاکمت علی الله، الحمد لله.